اگر احیانا چند تا مقدار داشته باشن، مثلا دلار ریزم 10، دلار انگلیسی بگم 11 و دلار زدم مثلا 12، خب دلار مثلا آوتپوتی هم دارم، مثلا یه آوتپوت دارم خروجی، میخوام آوتپوتم رو بررسی کنم، یا میگم دلار x بزرگتر از دلار y هستش، خب 100 درصد خروجی چیه؟ 10 بزرگتر از 11 نیست، مثلا همینجا سریع تندش میکنم، 10 بزرگتر از 11 نه، فالس فالس، خروجی ریاضی هستشم صفر، میام یه بردام میگیرم و آوتپوت رو بهش میدم و همینم آتکوت خروجش رو میبینم، یه رفرش میکنم میبینم فالس برگرد، اصلا شک هم نکنم. خب حالا اگه بخواب چند تا مقایسه گرد در واقع بیام چند تا رو با هم دیگه خروجش رو مقایسه کنم چی؟ خب مثلا برگردم بگم و اینا باید تو زبان برنامه نویسی ما حالا فارسیش رو بخوایم بگیم، در واقع ما مقداری که داریم و توی زبان برنامه نویسی اند خونده خب که اند همون استار یا ضرب هستش، خب اند رو ما توی زبان برنامه‌نویسی ضرب می‌کنیم یا و. اگه من برگردم مثلا توی ذهنم بیاد به این شکل بیاد یه مقداری شکل بگیره، من برگردم بگم اگر x بزرگتر از، حالا اگرش رو شما در نظر نگیرید چون اگر بس if پیش میاد، میگم که اگر x بزرگتر از y بود و، این و که میاد یا هم منظور اند یا همون استار، ما باید چیکار بکنیم؟ این اند رو در واقع به این شکل تبدیلش کنیم، دو تا امپرسن، من اینجا برمیگردم میگم و دلار ایگرگ بزرگتر باشه از دلار زد، یا بیام برگردم یا اگر دلار ایکس کوچیکتر از دلار ایگرگ باشه، خب مشخصه دیگه الان در واقع 10 کوچیکتر از 11 من میدونم خروج میشه و در واقع دلار زد بزرگتر از دلار ایگرگ هستش. خب اینا هم میدونم که در واقع الان میام میبریه اینا ناکر، شما اگه خواستید در واقع برنامه‌نویسی استفاده کنید تو تمام زمان برنامه‌نویسی اینو یه جمله بخونید، این رو یه جمله جدا جدا بیاید خروجی‌هاشو بررسی کنید، خب دلار زد میشه 12 بزرگتر از دلار در واقع 11 هستش، بله خروجی چیه؟ شروع و مقدار در واقع اصطلاحا یک، این هم مقدارش اصطلاحا یک. خب ما اینجا دو تا امپرسان گذاشتیم یا اصطلاحا همون اند خودمون میشه یک ضرب در یک، خب خروجی میشه چی؟ یک، یک تو زبان برنامه‌نویسی همون مقدار طول، بریم ببینیم واقعا طول میشه، الان من میدونم 11 بزرگتر از 10 میشه یک یا طولو، 12 بزرگتر از 11 یک یا طولو، خب یک ضرب در یک میشه یک، پس میام اینجا و F5 رو میزنم و میبینم که طولو برگردم، پس کارم رو درست انجام دادم، اشتباه انجام ندادم. خب بیایم یه مقدار ریاضی تر و طوری تر برگردش، ما تو خود کامپیوتر و الکترونیک که درسی داریم به نام مدار منطقی، باز کردم بچه هاست درس سوایدی هست خیلی هم شیرینه که داخلش اومده به اصلاح اند اور کرده. حالا من اگر بخوام بیام و گوگل سرچ بکنم و بنویسم اند مثلا لاجیکال و سیمبولش رو بخوام ببینم، ایمیجش رو بزنیم، خب بهش رو میگه اند، مثلا یه دونه اکس بهتر فقط خود اند، مثلا این ایکس اوره یا این اوره نوره ننده دونستش این اوره مثلا دنبال آها این اند. خب بزرگوشم از امیدوارا فیلتر هم نباشه چون یه همه چیز فیلتر کردم. خب حالا اکشال در واقعی خودش یه دونه زبان برنامه‌نویسی داره به نام VHDL، ایشالا در آینده نه چندان دور حتما من فیلم هاش رو خواهم گرفت چون اصلا کلن تخصص ما توی VHDL. خب ایشون رو باز کنیم، کلن عکسش رو بیاره، حالا حتی میتونستیم بخوام توضیح بدم، آها این بهترین عکسیه که میشه توش دید و بررسی کنم، خب اینا متاسفانه وکتوری نیستم، خواستم وکتوری بهتون نمایش بدم که برداری هم بفهمید چی. خب خب نگاه کنید، اینجا شما یه آ دارید و یه بیم،
و خروجی رو میبینی آ دات دات در واقع همون در واقع ب یا در توی زبان در واقع مدار منطقی دات یعنی ضرب آ ضرب در ب. خب نگاه کنید شما اینجا در واقع وقتی داری میذاری x کوچکتر از y خب انگار شما x کوچکتر از y رو باید بذارین جای آه و در واقع مقدار z بزرگتر از y رو باید بذارین کجا جای این b. خب آ خروجیش میشد در واقع اگه اون آ رو به این شکل شما در نظر بگید من بیام اینجا و این رو بذارم در واقع همون آ بگم دالر x کوچکتر از دالر y و بیارم بیام بگم دالر z بزرگتر از دالر y در واقع خب من میدونم دیگه این آیه الان چی میشه؟ این آیه میشه یک ترو ترو یا یک و این ب میشه چی؟ در واقع این هم ترو یا یک. خب توی در واقع مدار منطقی اینها یه دونه جدول دارن. حالا جدولش رو این هاشش اینا جدولش هستش که اینجا گذاشته. خب از اون نداره. خب ببینم اینا دیگه رو ورد چیزی ازش یاد. خب خیلی توش توضیح نداده. جدولش هم بهتون توضیح بدم بدونید به چه صورت هستش. خب ببینید جدول اگر این رو آ در نظر بگیره این رو هم ب در نظر بگیره و این در واقع اف یا فانکشن یا خروجیتون در نظر بگیرید این آ اینجا شما یکه دیگه درسته یا یکه در واقع مقدارش و ب هم یک هستش و خروجشون میشه چی؟ یکه ضرب در یک. در واقع چه به چه صورت شد؟ اینجا اگر من اند داشته باشم این دوتا در واقع اگر یک باشه اینم یک باشه ضرب میشه. اند یعنی ضرب یا در واقع یک رو ضرب در یک بکنم. خب اگر یا صفر باشه و یک باشه میشه یک ضرب در به صفر صفر ضرب در یک که خروجی میشه چی؟ صفر. اون یکی میشه یک اینم میشه صفر و خروجی میشه یک ضرب در صفر مساوی با صفر و در نتیجه صفر 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 ضرب در صفر مساوی با صفر. خب پس تو یه حالت در واقع ما میتونه فقط خروجی یک داشته باشه اونا در صورتی هستش که هر دو جفتشون ترو باشه. خب این همون مختصات در واقع اند بود یا اندی بودش که ما اومدیم توضیح دادیم در موردش که اند چی هستش. خب آیا من میتونم اند چند ورودی داشته باشم یعنی چند تا شرط رو چک کنم؟ آره میام دوباره میگم اگر x کوچکتر از y باشه و z بزرگتر از در واقع y باشه اوکی این در واقع به این شکل باشه اگر بیام اینجا ایشون میشه یک اینجا میشه ضرب ضربش میذارم اند یعنی ضرب یک و دوباره ضرب برمیگردم میسر اینجا برمیگردم میگم ببین دالر زد ایکس مساوی باشه با دالر سالان زد. خب من میدونم دیگه دالر ایکس چند دهه مساوی با دوازده نه صفر نه صفر در واقع میشه یک ضرب در یک ضرب در صفر و خروجی هر عدد تو صفر ضرب بشه چی میشه؟ صفر میشه. پس باید خروجی من الان فالس برگرده میام چک میکنم یه رفرش و ببینید فالس و همین سادگی در واقع شما میتونید بیاید و بررسی بکنید و به همین سادگی بیاید خروجیش رو ببینید. من اومدم حالا هی میتونم اینو بست بدم بیا دوباره بگم و مثلا دالر مثلا ایکس بزرگتر از اینو حالا بیم بکنم نامساوی فعلا تو رو برگردم ببینید تو رو شد آیا در واقع ده نامساوی دوازده؟ بله میام اینجا یه رفرش میکنم ببینید تو رو برگرد. حالا میام اینجا میخوام یه کاری کنم فالس بشه میام برگردم میام دالر ایکس بزرگتر از ده. خب نیست دیگه دالر ایکس دهه ده بزرگتر از ده نیست من اینجا میام مساوی بشتم. حالا در واقع اینجا میشه چی؟ اینجا میشه ضرب و اینجا میشه صفر شده میشد یک. حالا یک ضرب در یک ضرب در یک ضرب در صفر خروجی صفر طبیعتا اگر من بیام اینجا دیگه تو رو نخواهد و ببینید فالس. خب همین سادگی واقعا ساده است یعنی قواعد ریاضی رو
تو برنامه‌نویسی بدونید راحت می‌تونید برنامه‌ها رو بنویسید. خیلی ساده میشه برنامه‌هاش رو نوشت. بریم کم کم دیگه بریم توی ایف. همینقدر کفایت می‌کنه. اون چند تا مثال هم دوست داریم. حالا می‌تونیم مثال یه زمینه تو فیلم بعدی مثال یه من بزنم بعد تمامش کنم.